اواسط سال 1357 بود که ما با تعدادی از فعالین کارگری در پالایشگاه تهران کمیته اعتصاب پالایشگاه رو به وجود آوردیم، چون قصد ما تحسن و اعتصاب بود و بعدا هم با نماینده های پالایشگاه آبادان اصفهان تماس گرفته بودیم و یک کمیته اعتصاب کارکنان صنعت نفت به وجود آوردیم. کارکنان صنایع مادر حق داشتن هیچ گونه تشکل مستقلی رو نداشتن، الان هم ندارن. همه کارکنان، حالا چه کارگر چه کارمند، را تشویق کرده بودیم که توی تظاهرات و تحسن و اعتصاب شرکت کنن. خوب دقت کنید، وقتی متوجه شدیم که قدرت ما زیاد شد، همچنان قرار شده بود که چی؟ شاه هم از قدرت برکنار کنیم و تا این کارام کردیم. من هرچی تو زندگیم آموزش دیدم به لحاظ طبقاتی، از اون مدت یکی دو سالی بود که سندیکای پروژه آبادان وجود داشت. این نبود که سندیکا تحت نفوذ اعضا و گروه های سیاسی اون موقع بود، نه، گروه ها و اعضا و سازمان سیاسی تحت نفوذ تأثیر سندیکا بودن. من یه نمونه فقط براتون میزنم، سازمان های سیاسی، حالا چه چپ چه مذهبیش، اون موقع وقتی اعلام تراخان برای راهپیمایی، تعداد محدود هواداران خودشون تو راهپیمایی شرکت میکرد، ولی سندیکای پروژه آبادان وقتی تراخان میزد برای یک حرکت اعتراضی، تمام اونا جمع میشدن پشت سندیکا. راهپیمایی های اول مه ما دو تا راهپیمایی داشتیم، 58 و 59، که هر دو تاش چیزی در حدود 15-16 هزار نفر به جرأت در اون شرکت می‌کردن. خانه کارگر اون موقع که ما رفتیم، کارگرای مختلف اونجا بودن، از کارگرای بیکار، کارگرای ساختمانی، کارگرای چاو، نمایندگان شورای کارگری که از جاده کرج و کارخونه‌های دیگه چه شرق و غرب تهران اونجا رفت آمد داشتن، شده بود یک پایگاه کارگری در حقیقت. اسکلت خانه کارگر توسط خود فعالین کارگری اداره می‌شد. سال 58 ما بعد از تعطیلات عید که به خانه کارگر برگشتیم، جلسات برای برگزاری اول ماه می جا تشکیل شد با شرکت نمایندگان کارخونجات مختلف، که اونجا قرار شد که ما تظاهراتی رو اعلام کنیم و خواسته های طبقه کارگر رو بیان کنیم. سال 1383 اون موقع که اول ماه مه در سقز برگزار شد به صورت علنی و در ابتدای برگزاری مراسم دولت حمله کرد به یه سری از فعالین کارگری، البته 50 نفر رو دستگیر کردن و بعدها 7 نفر از فعالین کارگری تو زندان موندن و برای مدت‌ها تو زندان بودن. اون خودش یه برگ زرین دیگری در تاریخ مبارزاتی جنبش طبقه کارگر بود. البته قبل از اون محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری با یه ملاقاتی با آنا بیوندی داشت که از طرف اتحادیه‌های کارگری در واقع در ایران بود و همونجا براش تشریح کرد که وزیر جنبش طبقه کارگر در ایران در چگونه هستش و چگونه زیر فشار قرار گرفتن. این سرآغاز یه ارتباط و یه همبستگی طبقاتی ما بین طبقه کارگر ایران و به طور کلی اتحادیه‌های کارگری در سطح بین المللی شد و با دستگیری فعالین کارگری در سال 1383 ما شاهد موج وسیع از حمایت‌های بین المللی از طرف اتحادیه‌های کارگری از فعالین کارگری ایران هستیم. نمونه برجسته این حمایت‌ها از فعالین کارگری داخل و به طور کلی از فعالین کارگری زندانی فراخوانی بود که از طرف ICD و اتحادیه‌های کارگری در واقع صورت گرفت. سر کشورها در مقابل کنسولگری ها و سفارت جمهوری اسلامی فراخوان تجمع در حمایت از محمود صالحی و منصور استانلو رو دادند. اسم علی پیچکاس. ما که اعتصاب رو شروع کردیم، مبارزه شروع کردیم، هیچ کس گذشته نمیدونستیم، اطلاعاتی نداشتیم از مبارزین کارگرم. اوائل سال 1358 بود که باز هم با تعدادی از این فعالین مبارز شورای پالایشگاه تهران رو به وجود آورده بودیم. بعد از مدتی با نماینده های آبادان و اصفهان تماس گرفته بودیم که شورای کارکنان صنعت نفت به وجود آورده بودیم. 13 شهریور سال 1357 خلایق که در کامل تهران تظاهرات کرده بودن، اونها رو به گلوله بستن و همچنین در همون ایام سینما رکس آبادان هم رو به آتش کشیده بودن و تعداد زیادی از هموطنان ما رو کشتن. این اما بر روی ما خیلی اثر گذاشت. از این بود که دیگه ساکت ننشستیم، وارد کارگاه شدیم. تعدادی از خانواده کارگران هم در اون سینما بودن که متاسفانه کشته شدن.
تماس مخفی رو برقرار کرده بودیم و در رستوران پالایشگاه جمع شده بودیم. شروع کردیم یه سری تظاهرات در خود داخل پالایشگاه، تظاهرات آوردیم بیرون توی خیابان تخت جمشید، توی بهشت‌صحرا، هم تو دانشگاه تهران، اونجا تظاهرات کرده بودیم و بعد نشستیم 48 ساعت هم گفتیم باید بشینیم تحصن کنیم که هیچ کس هم حق نداشت خونه بره. همه اونجا مونده بودیم که من اونجا خیلی هم شعر انقلابی رو حتی یادم میاد شعر پریار خونده بودم که بعد گفتم فقط باید مواظب باشیم. این شاعر این شعر رو زمانی گفته بود، سال 32 بود که شکست خوردن، حالا ما باید مواظب باشیم که دوباره شکست نخوریم. ولی متاسفانه باز نشد، دوباره هم شکست خوریم. اسم تشکل خودمون گذاشتیم کمیته اعتصاب. بعد شروع کردیم که اول آقای حاج درویش قرار بود که اعلام کنه ما 20 روز اعتصاب کنیم که اول بهبود تا 20 که اگر وقتی موفق نشدیم بیان سرکت برون خون رو بگیریم دوباره شروع کنیم. بعد منم باید این شعری میخوندم، جاله چه شد، جاله خون شد، خون جنون شد، همون شعری که مربوط به اون میدان 17 شهری برخوشی شد. در همین موقع ما تماس کردیم با کارگانان پادشگاه آبدان، اونا قرار شد که با تعداد از کارگرای گره که آخرین قسمت است که نفت رو صادر میکنن اونجا با اونا صحبت بکنن که اونا نفت رو قطع کنن، صادر نکنن به جایی. ما صادر نفت کامل قطع کرده بودیم، حتی داخل هم قرار بود انجام بدیم. متو آقای بازرگان، آقای بازرگان جلسه داشتیم، آقای بازرگان گفت شما حالا مسئله داخلی رو انجام بدین. پادشگاه تهران کلا اینجوریه، اگه دو نفرم سر کار برن بعد 4 ماه میتونه بگردی پادشگاه. ما در حال بهش گفتیم ما ذخیره داریم و مسئله داخلی رو میدیم، اگه شکست میخواد بخوریم ما مسئله داخلی هم قطع میکنیم و قرار برای شد که فقط صادرات خارج آره تعطیل کنیم تا پیروزی انقلاب نفت صادر نمیشد. چون ایران تک پایه است، تک اقتصادیه، اینه که با فروش نفت فقط میتونه که خوشی نگه داره. بنابراین وقتی که اعتصاب بشه نفت صادر نشه 100% ممکن ورشکست میشه، یعنی که طبیعیه که حکومتیون با سرشون رو بدره پایین در رد. من علی مبارکی هستم، در سن 10 سالگی من فکر کنم که جزء کودکان کار حساب میشم. در سن 10 سالگی تابستونا به جایی که به مسافرت میرفتن خانواده هایی که به هر حال امکانات مالی داشتن ولی چون ما نداشتیم، تابستونا رو مجبور بودیم میرفتیم توی مغازه ها شاگردی میکردیم. روزمزد کارخونجات نیروی دریایی در خرمشهر بود 57. ما هم تو این اعتراضات بودیم، ما فقر رو واقعا با گوشت و پوستمون حس کردیم. فاصله طبقاتی رو همیشه جلوی رومون بود، حتی فاصله در بین طبقه رو ما در خودمون میدیدیم. در زمان شاه با توجه به اون سرکوب شدید برای ما خیلی سنگین بود بپذیریم که یک روزی حکومت شاه هم سرنگون میشه، اونقدر قدرتمند جلوه میگه. با اون تجربه تلخی داشتیم، صادقانه بگم اون آگاهی طبقاتی هم به اون شیوه نداشتیم. ما هم قاطی این موضوع اعتراضات شدیم. بعدی که از سربازی در رس اومدم تمام پروژه ها تعطیل شده بود، بچه ها میگفتن که سندیکای داره درست میشه که بچه هایی که پروژه‌ای بودن و بیکارن الان اینا میتونن اونجا برن ثبت نام کنن. و اوایل 58 من خودم رفتم سندیکای پروژه آبادان و اونجا ثبت نام کردم. بچه های با سابقه پروژه‌ای در دورم جمع شده بودن، اینا رفته بودن فرمانداری که درخواست بکنن یه محلی رو برای سندیکا در اختیارشون بذاره. فرمانداری یه فرد بود به نام فکر کنم آقای آیت اللهی. این شخص فلسفه بافی بود که نمیشه و ما مجوز نداریم از این داستان. بچه ها اونو همونجا گروگان میگیرن، اتاق فرماندار رو قفل میکنن، میگن ما نمیذاریم بری بیرون تا موقعی که محلی رو برای سندیکا در اختیارمون بذاره. که اینم زنگ زنه یه سری میان نیروهای همون چماقدار و حزب‌اللهی که هنوز اون موقع به صورت خیلی منسجم نبودن و خیلی هم نیرو زیادی نبودن. بچه ها میان فردای اون روز سندیکای سابق کارگران شرکت نفت، که سندیکای شرکت نفت تحت نظر و نفوذ ساواک بود در اون زمان. بعد از 57 این تعطیل شده بود که بچه ها رفتن قفل این رو شکستن و سندیکا رو به عنوان دفتر خودشون رو یه پلاکارد هم بالاش نوشتن، دست نوشته که سندیکای کارگران پروژه‌ای و بیکار آبادان و عمومه. عضوش حدود همون 14,000 نفر یه چیز تخمینیه. اصلی ترین خاصی سندیکا حقوق بیکاری بود تا زمانی که کار، یعنی بیشترین همه سندیکا سر این بود که کار در درجه اول به وجود بیاد.
اینا اول اومدن توی یک حسینیه میخواستن یه مبلغی رو همینجوری به عنوان صدقه یا بیمه بیکاری به ما بدن که ما گفتیم نه اینجوری نیست. بر اساس قوانین بین‌المللی کارگر وقتی بیکاره باید حقوق بیکاری بگیره. این بود که تونستیم در اون زمان دولت رو قانع بکنیم که مبلغی رو ماهانه 900 تومن به متعلا میدادن، 500 تومن 450 تومن به مجرده اون موقع ماهانه، اینو تصویب کرده بودن. من مرتضی افشاری هستم، تو مقطع 57 و یکم از سالهای 45-46 در چاپخانه های مختلف تهران کار میکردم و یکی از کارگران چاپ بودم. بعد از دو سه روزی که انقلاب شد 20 بهمن، خانه کارگر توسط تعدادی از کارگران تسخیر شد، رفتیم خانه کارگر، تصمیم گرفتیم که یک هیئت مؤسسی درست کنیم که سندیکای جدیدمون رو تشکیل بدیم. ما چرا سندیکا درست کردیم؟ تو اون مقطع اکثر کارخونه های ایران دارای شورا بودن، شوراهای خودشون رو تشکیل داده بودن. چون چاپخونه های تهران بسیار گسترده بود، جاهای مختلف تهران حدود 12-13 هزار کارگر تو چاپخونه های بین 5 نفر تا 100 نفر مشغول به کار بودن، منهای چاپخونه های کیهان، اطلاعات و یک دو تا چاپخونه دیگه. بقیه چاپخونه ها ناگزیرن میبایستی سندیکای میزدیم که مجموعه این کارگران رو بتونه پوشش بده. در هر صورت اونجا از کارگران دعوت کردیم، تو یک انتخابات یک هیئت مؤسسی تشکیل شد که من یکی از آنها بودم و قرار شد که بعد از 2-3 ماه فعالیت سندیکای کارگران چاپخونه رو احیا کنیم و تعداد زیادی از کارگران رو تونستیم تا اون مقطع که بیمه نبودن بیمه کنیم. بسیاری از چاپخونه ها رو مجبور کنیم که برای کارگرانشون وسایل بهداشتی مثل حمام و غیره درست کنن و کارگرانی که قبل از انقلاب اینا اخراج کرده بودن ما تونستیم به سر کار برگردونیم و اونایی که کار فرمان نپذیرفت بتونیم مزایای قابل توجهی براشون بگیریم تو همین مدت کوتاه. اون موقع که تازه جمهوری اسلامی شکل گرفته بود و کم کم حزب جمهوری اسلامی را اعلام کرده بودن، از طرف اینا آقای محجوب و کمالی هم تو خانه کارگر می اومدن و می رفتن. در این جلسات اینها بیان کردن که اگر این تظاهرات منجر نشه به دفاع از انقلاب و امام خمینی و دولت موقت، ما جلوی اینو می گیریم. بقیه کارگران که اکثریت کارگران بودن گفتن ما قرار نیست از هیچ دولتی از هیچ حزبی که دفاع بکنیم، ما خواسته های مشخص کارگر تون روز باید بیان کنیم. دولت انقلاب بود، از انقلاب برآمده بود و اعلام کرده بود که این تظاهرات نباید انجام شه. تصورمون بر این نبود، ولی با اطلاعی که داده بودیم و همکاری شوراهای کارگری و سندیکا و غیره، ساعت 9 صبح جلوی خانه کارگر رفتیم، دیدیم موج عظیمی از کارگران اونجا. قرار بود سر ساعت کار، قانون کار، آزادی اعتصاب، آزادی تشکل، این شعارها رو با خودمون ببریم و یه سری خواستهای اقتصادی دیگه‌ای که داشتیم. جمعیت بیش از تصوری که ما داشتیم که ما حرکت کردیم، تخمین من چیزی بین شاید 400 تا 500 هزار جمعیت اومده بود. همین جمعیت باعث شد که نیروهای حزب الله اون موقع که حملات کردن به این تظاهرات ناموفق بمونه. سرز 59 بخشی از این کارگران تصمیم از میدان خراسان شروع کنه برای پیمایید. در اونجا چون شهاردنده من بودم، تو نگو من رو نشون کرده بودن. بعد از مدتی که تعداد زیادی کارگران رفته بودن، این حزب لویا اومده بودن سراغ من. بعد از اینکه 2 مشتم با اجازه شما دریافت کردم از اونها، خوشبختانه کارگران باقی مانده به داد من رسیدند و من رو از اون محلکه نجات دادن. ولی بعد از اون دیگه جشن گرفته نشد و دیگه تعطیل شد. یه شعری کوتاهی خونده بودم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودن کارخانه پالایشگاه. به نام جمهور که ای رفیق مرا ببخش که هنجر هم خونیست، زیرا خوزهای قبیله مخلوبم را در آستان سرخ سحر سر بریدند و اینش من در خروزخان خون تبارم میخوانم. ما که شورا رو داشتیم 20 ساعت کار رو کم کرده بودیم، پیشم و جمعه تعطیل شده بود، دور کارگرها و مسکن رو زیاد کرده بودیم، تبعیض بین کارمند و کارمند از بین بردیم، تابونی مسکن تشکیل داده بودیم برای کارگران، زمین گرفته شد، مسکن هم ساخته شد، به نام شهرک نفت کارگرهای پیمانی رو استخدام کردیم،
تشکیل تابونی صندوق کمک به کارگران جنگ زده که از آبادان اومده بودن. احساس 59 ماموران اومدن، ما نمایندگان رو، یعنی که من بودم، سرخابی، رحیمی، حسن پور، ما رو به دلیل جرم واهی دستگیر کردن بردن زندان. خوب دقت کنید، زندان خاص تهران. در همون شب کارکنان پالایشگاه با چند اتوبوس اومدن جلو درب زندان، به طوری که مسئولین زندان و دادستان در اونجا چنان وحشت کرده بودن که همون شب مجبور شدن ما رو آزاد کنن. احساس 59. اما همه اتفاق سال 1360 اتفاق میفته، متاسفانه حمایتی نمیشن. حالا چرا؟ یکی از دلایلش که حکومت جمهوری اسلامی کرده تفرقه ایجاد کرده بین کارکنان که هر کدوم از ماها رو به یک حزب یا سازمانی میبست و بعد دستگیر میکرد یا اخراج میکرد. ما 7 نماینده اون موقع داشتیم در دور اول، چون من خودم دور دوم به عنوان نماینده سندیکا انتخاب شدم. سندیکا همیشه در تعرض بود، ولی رژیم جمهوری اسلامی قدرت انحلالش رو نداشت. دقیقا شروع جنگ ایران و عراق، ما در از همون ارتجای بودن جنگ و خانمان سوز بودن این جنگ و ویرانی های جنگ رو توضیح دادیم برای کارگرها. از اون طرف هم گفتیم که اگر قرار باشه در دفاعی باشه یا اینکه برای حفظ موقعیت و سنگر خودمون، اینو که در یک صف مساوی. خب حکومت هم که اینو بر نمیتابید که ما وجود داشته باشیم تا اینکه بخوام صفی داشته باشیم. جایی که قرار داشتیم در از پشت پالش بود. با یک خمپاره 60 میلیمتری میتونستن ما رو هدف قرار بدن. در تیرز بودیم. دقیقا جنگ باعث شد که ما دیگه رفتیم و بعدم دادستانی اطلاعی داد هر کدومتون رو بگیریم. اعدام میکنیم و تیرباران میکنیم و ستون پنجم اینو از این دادستان. برحال سندیکا خود به خود به این شیوه راکت موند و رژیم هم از فرصت استفاده کرد، با بولدزر اومد و سندیکا رو با خاک یکی کرد، یعنی نذاش عراق این کار رو بکنه. خودش اومد با اون کینه‌ای که با ما داشت و با اون آرزویی که داشت که فرصتی پیش بیاد بتونه سندیکا رو جمع بکنه، این کار رو انجام داد. از همون بعد تشکیل جمهوری اسلامی، عناد جمهوری اسلامی با تشکل‌های مستقل کارگری، چه شوراها، چه سندیکاها و تشکل‌های دیگه شروع شد. ولی با اینا توازن و قوا اجازه نمیداد که اینا بتونن همه رو تعطیل کنن. تا زمان جنگ، جنگ به قول خمینی نعمتی شد براشون و این رو بهانه قرار دادن و حملاتشون رو به کارخونه‌ها، شوراهای کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری افزایش دادن. ولی با اینا تا اوایل سال 60 و شاید تابستان 60 هنوز این تشکل‌ها کم و بیش فعال بودن که دیگه تو اون موقع دادستانی تا یک اطلاعیه تمام تشکل‌های کارگری رو از جمله شورا، سندیکا و غیره غیرقانونی اعلام کرد. البته آقای بنی صدر هم اون دوره که رئیس جمهور بود توی سخنرانی وقتی جنگ آغاز شد گفت شورا مورا مالیده، دیگه ما شورا مورا معنی نمیده، که بعدا دیگه رسما از طرف هیئت دولت و وزارت کار اطلاعیه داده شد که اگر این شوراها هر فعالیتی بکنن مجرمن و به انضمامی که میگم تعدادی دستگیر، زندانی و بخشن تعدادی هم اعدام شدن از این کارگرها. بعدها نیروهای حزب الله به همکاری همین آقای محجوب و دار دستش تونستن خانه کارگر با چندین بار حمله مسلحانه از اصطلاح گرم و سرد از دست کارگرای مستقل در بیارن و شوراهای اسلامی، انجمن اسلامی رو اونجا مستقر کنن و اونجا رو به زور اشغال کردن. و اگر یادتون باشه اعدام ها وحشتناک بود، هر روز از رادیو اعلام میشد 2300 نفر اعدام شدن، سازمانهای سیاسی از بین رفتن، بالاخره درگیری‌های خیابانی مدتی بود و سرکوب وحشیانه که تا سال 67 جامعه به یک سکوت عجیبی فرو رفته بود. خب طبیعتا ما هم جدا از اون جامعه نبودیم. من مریم محسنی هستم، از سال 63 در یک کارخونه کار می‌کردم، صنایع الکتریکی البرز، ابتدای جاده قم. 600 تا کارگر داشت که 150 تاش حداقل زن بودن.
رفسنجانی در 9 آذر سال فکر میکنم 69 بود که در اون لایحه صیغه دفاع کرده بود. برای همین کارگرای زن کارخونه ما شروع کردن به امضا جمع کردن تومار بر علیه این قانون صیغه و اینو به شدت ضد زن دونستن. و بعد از این اون چند نفری که امضا جمع آوری میکردن، البته اون روز ما سازماندهیمون کاملا مخفی بود، بچه‌هایی که دستن در کار بودن نمیخواستیم معلوم بشن، ولی حالا اون کسی که دیگه امضا داشت جمع میکرد دیگه مشخص بود، اونو بردن به شدت باش برخورد کردن که این کاری که شما کردین از 50 تا موشکی که صدام به تهران زد بدتر بود. به هر حال اون نامه واکنش به صحبت‌های رفسنجانی بود. صدیق اسماعیلی هستم، در زمینه مسائل کارگری فعالیت میکنم. دانش آموز بودم و هم به عنوان کارگر فصلی در ماهای تعطیل در شهرهای تهران و ساوه و تبریز و آذرشهر و بسیار شهرهای دیگر از جمله سنندج و سقز و اینا کار میکردم به عنوان کارگر فصلی. تقریبا این برمیگرده به 1370 تا 1380. اتحادی صنعتگر اون موقع که توسط جمعی از کارگران و فعالین کارگری در شهر سنندج تشکیل شد و بخش وسیعی از صنعتگران، کارگران مکانیک، کارگران فلزکار، کارگران صافکار و همه اینا رو در برگیرنده همه این کارگرا بود، تلاش میکرد تا کارگران رو بیمه کنه، تا بتونه صندوق کمک مالی رو دایر کرده بودن، کلاس نهضت ساده‌آموزی رو دایر کرده بودن. 1368 اوج حمله رژیم به کارگران و فعالین کارگری بود که همونطور که بهش اشاره کردم بسیار از فعالین کارگری رو دستگیر و زندان و اثر یکی از رهبران خوشنام جنبش کارگری جمال سراویسی رو اون سال اعدام کردن. احمد بهرامی که دیگه از فعالین کارگری بود که اون موقع برای چند سال زندانش کردن، بالاخره به شهر اردبیل تبعیدش کردن و همونجا به شیوه مرموزی اونو ترور کردن. تا سال 67 هر کس میومد اونجا استخدام میشه، یکی از شروطش این بود که ثابت بشه که این تنها سرپرسته و مجبور نانآور خانواده بشه. چرا؟ چون اون موقع مسئله ایدئولوژیک برخورد کردن انجمنهای اسلامی، شورای اسلامی و اینا خیلی مهم بود. فکر میکردن حالا یه زن نانآور کسی رو نداره بره بیرون به راههای دیگه کشیده میشه، بهتره که بیاد تو کارخونه. تا سال 67 یکی از شرایط استخدام ما بود، یعنی اگه یه زنی میومد میگفت من همسر دارم اصلا استخدامش نمیکردم. البته بعد از سال 67 کاملا تغییر کرد، چون اون موقع این سری دختر مجرد استخدام که اصلا این گزینه ایدئولوژی نگاه کردن کلا حذف شد. اون موقع فقط مهم سوداوری بود و اینکه کسی بهتر بتونه کار کنه. برای همین کسایی هم که استخدام شدن فقط دخترای مجرد بودن که به اصطلاح نگرانی خانواده و بچه و فرزند و اینا این دغدغه رو نداشته باشن بهتر بتونن کار کنن. اتحادیه صنعتگر اونم بالاخره منحل شد، ولی چیزی که موفق نشد انجام بدن این بود که این سنت برگزاری اول ماه مه هیچ وقت شکن نشد، کماکان به صورت محفلی و در بیرون از شهر برگزار میشد، تا اینکه اولین بار بعد از این حمله سال 1376 کارگران خباز شهر سقز این مراسم ها رو دوباره علنی پیش بخشیدن و در شهر سقز دوباره این مراسم ها به صورت علنی برگزار شد و تا حالا هم که پارسال مراسم ها همیشه به صورت علنی برگزار شد. ما تو پلاشگاه تهران کارگر زن یا کارمند زن کم داشت، فقط در حد چند تا بودن، 14 نفر بودن، موشی بودن، دو تا شب تو امور اداری کار میکردن که آدم کمک میکرد ما رو توی کمیته حساب و برای چاپخونه و ما رفتیم اداره مرکزی، ولی در اونجا کارمندا بیشتر اداره دفتری بودن، در اونجا خانما بیشتر فعال بوده تا آقایون. برای همین که دو تا نماینده که ما توی شورای کارکنان سراسری نفت داشتیم از اونجا دو تا خانم بودن. سالهای سال تو کارخونه البرز همیشه دو روز در هفته ما تعطیل بودیم، به جاشون یه روز از روزا رو بیشتر کار میکردیم، ولی این دو روز برای ما زنها خیلی مهم بود، چون بالاخره باید به بچه برسیم، به کارهای خونه. ولی وقتی که مدیریت بعد از برنامه تعدیل ساختاری آقای رفسنجانی که یک دفعه بنای خصوصی سازی شتابان که ما چجوری مواجه شدیم با اینکه فوج کارگرا رو از کار اخراج میکردن و بیرون میکردن، در یک چنین شرایطی مواجه شدیم با اینکه اونا اومدن ساعت کار
کار ما رو زیاد کنن، نه تنها ساعت کار ما رو زیاد کنن، بلکه دو روز در هفته ای هم که ما یه زمان فراغتی بود که میتونستیم به چیزای دیگه برسیم، اونم بخوان از ما پس بگیرن. وقتی ما واکنش نشون دادیم، اعتصاب کردیم، همکارای مردم ما متاسفانه پشت ما رو خالی کردن و بعدش هم برگشتن گفتن برای ما فرق نمیکنه، ما میتونیم پنج شنبه ها بیاد. بعد مدیریت از این تفرقه سوء استفاده کرد و به ما تحمیل کرد که یک پنج شنبه در میون بیاین سر کار. وقتی ما شاکی شدیم، گله کردیم از دوستامون، از مردی که به هر حال به خصوص ما خیلی مورد شده بود، پشتیبانی اونا رو کردیم، حتی جلو اخراج رو گرفتیم، به خصوص تو کارخونه ما که اکثریت کارگرای زن ما امروز میگن خودسرپرست، خودسرپرست و مسئولیت اداره زندگی رو داشت. بنابراین همکارای ما به طور مشخص پشت ما رو خالی کردن. چرا؟ چون برگشتن گفتن که مسئله پنجشنبه برای شما مهمه، برای ما مهم نیست. اینجا بین ما و همکاران مرد ما این تفاوت هست. اون زمانی که ما این مشکلات رو داریم، فقط خودمون میتونیم رو مسئله خودمون دست بذاریم. البته اونا همکاران ما هستن، هم طبقه ای های ما هستن. ما هیچ وقت به هیچ وجه این صفوف رو در هم نریختیم و نمیریزیم، ولی همه زنهای کارگری که امروز تو ایران تو بدترین شرایط دارن کار میکنن، برای که با تبعیض طبقاتی مقابله کنن، در این حال باید یک قطب منسجم هم از خودشون به وجود بیارن. یدالا خسروشاهی، عضو شورای مرکزی کارکنان صنعت نفت در سال 57 و 61. 96.7 درصد کارگاه‌های ایران کارگاه زیر 10 نفرن. اکثریت قریب به اتفاق کارگرها تو صنایع کار میکنن. اینا همه کارگر قراردادی و پیمانی هن. توی زمان آقای خاتمی میگه که مصوبه تو مجلس تصویب شد که تمام این کارگرها از شمول قانون کار بیرون گذاشته شدن، از جمله کارگرای قالیباف، زنان قالیباف به طور کلی که بخش وسیعی از صنعت قالیبافی کشور دست اوناست، اینا همه از شمول قانون کار بیرون گذاشته شدن، به شکل پیمانی هستن. بنابراین هیچ گونه مزایای شامل حالشون نمیشه، هیچ گونه، نه بیمه بیکاری، نه مرخصی، هیچی. به هر صورت با این عدم آگاهی همون دوره روبرو بودیم. حتی خود زنایی هم که اونجا بودن زیاد مسئله شون نبود که خواسته های مشخص زنان رو برجسته بکنن، و این اهمال ما بود و این تجربه‌ای که ما باید به فعالین کارگری جوانی که الان کار میکنن اینو منتقل کنیم و این مسئله بگیم غافل نشید. هیچ جامعه نمیتونه آزاد باشه مگر اینکه زنان آزاد باشن. تو اون دوره ما غفلت کردیم. راننده خانم هم داریم که الان دارم فعالیت میکنم تو بخش سیاسی، دقیق آمار ندارم ولی راننده هستن که مهارتای لازم رو دارن و من خودم مسافرش بودم، دیدم که خیلی با تجربه کامل با تسلط 100% رانندگی شروع کرده. ولی فعلا که الان نمارن جلوی فعالیت سندیکه شرکت واحد گرفته شده، ولی اگر ادامه داشت مشکل نبود، چون حقوقی مساوی زن و مرد در یه سطح هیچ فرقی ندارن. حقوقی که خانم‌ها میگیرن آقایون هم دارن میگیرن، فقط بستگی به اسم پایه حقوق رتبه‌اش داره، میزان تحصیلات داره، نوع گواهینامه داره. در رابطه با مسئله فعالیت سنفی ما در شرکت واحد، همین عکس العمل کارفرما بود که نسبت به کارگرها توجهی کرد و باعث شد رشد افزایش حقوقی که خود کارگرها دیدن و متوجه شدن، و الان همیشه زبان زده هم است که ما اگر این حرف حقوقی که به دست آوردیم همش باعث زحمتایی بوده که سندیکا چشیده، از جمله افزایش حقوق بوده، لباسایی بود که گرفتن، با توجه به شرایط بد آب و هوایی که در محیط کار هست، شیر و کیکی که بهشون داره هر روز داده میشه، اینا دستاوردهای بخشی از فعالیتهای سندیکا بود که در شرکت واحد بود. در دوران هر سه ریاست جمهوری از جمله رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، بخش خصوصی سازی و اینکه بسیاری شرکت ها رو خصوصی کنن در دستور کار دولت قرار گرفت. اینا برای ادغام در سازمان تجارت جهانی کار میخواستن که خودش رو ادغام کنن، ولی همون موقع برای ادغام اینا در سازمان تجارت جهانی کار به یه تشکل کارگری نیاز داشتن، طبق اون مقاول نامه ها، اینکه طبقه کارگر در ایران بتونه تشکل خودش رو داشته باشه. اینا میخواستن که خانه کارگر آزاد و شوراهای
اسلامی که ماهیت اینا برای همه کارگران و فعالین کارگری روشن شده بود و اینا خودشون بخشی از رژیم جمهوری اسلامی هستن که در جهت سرکوب و کنترل جنبش کارگری به وجود اومده بودن، با این وضع که میدیدن که این نمیتونه نیازمندی هاشون رو پاسخ بده، به این نتیجه رسیدن که یه تشکل‌های کارگری رو باید درست کنن و اون قتل و کشتار و زندان و اعدام فعالین کارگری که در دهه‌های 60 اتفاق می‌افتاد، عملاً چنین مدوزی رو به رژیم اسلامی نمیداد که دوباره این فشار رو به فعالین کارگری و کارگران بیاره. در دل این شرایط و در بست این اوضاع سیاسی خاص بود که کارگران شهر سقز موافق شدن ضمن احیای تشکل خودشون مراسم‌های اول ماه مه رو هم برگزار کنن، و در همون شرایط بود که کارگران سندیکای واحد علارغم اینکه زیر یک سقف نبودن و عملا نمیتونستن همدیگر رو ببینن، میتینگ‌های مرتبی رو داشته باشن، ولی بالاخره کارگران سندیکای واحد هم موافق شدن که تشکل خودشون رو بدون اجازه دولت و بدون مجوز از دولت به صورت مستقل تشکیل بدن و سندیکای خودشون رو احیا کردن. سال 82 در زمان آقای خاتمی دستورالعملی رو به تصویب هیئت وزیران رسید که آخر سال 86 میبایستی تمام کارکنان زیر لیسانس که سابقه 10 سال کار به بالا داشتن با افزایش 5 مسابقه کار اضافی تقاضای بازنشستگی یا بازخریدی بکنن. اگر بعد از سال آخر سال 83 اینا تقاضا نکنن اخراجن یا بازخرید میشن یا اخراج میشن. کارکنان هم از ترسشون اومدن همه این تقاضا رو کردن و اکثرا بازنشسته شدن تا آخر سال 83. وقتی بازنشسته شدن اونا رو استخدام کردن به عنوان کارکن موقت و همونجا الان دارن کار میکنن، منتها یه حقوق بازنشستگی میگیرن، یه حقوق هم که دارن کار میکنن. چرا این کار کردن؟ چون کارگر موقت هیچ حق قانونی اعتراض و اعتصاب و در هیچ نوع حقی نداره. اگه کوچکترین حرکت میکنه میدنش بیرون. کسایی داره تجربه مبارزاتی بودن، کسایی که داره تجربه بالایی بودن برای سازماندهی کارگر تو محیط کار، اینا همه رو تصفیه کردن، کردنشون یعنی اخدشون کردن، کردن کارگر موقت یا کارمند موقت که هیچ گونه اعتراض و عملی انجام ندن، بعدم اگه کاری کردن سری بیرونش میدن یکی دیگه میذاره جاشون. یکی این، یکی هم تو خود پالایشگاه‌ها به طور کلی از جمله زباهن مثل سرچشمه ایران خودرو اینا، سپاه مستقر اونجا، یعنی نیروی نظامی اونجا مستقره، با همکاری انجمن اسلامی هر گونه حرکت کارگر رو همون ابتدا میگیرن، کارگر رو میبرن. نمونه ابتدایش واحد الان حسانی اومدی تو زندانن، نمونه دیگرش هفت‌تپه است که الان 6 نفر از نمایندگان سندیکای هفت‌تپه تو گرفتن دستگیر کردن بودن زندان. ما از اول باید مرزمون رو مشخص می‌کردیم. ما اشتباهی که کردیم خمینی رو اصلا خوابه روحانی هستش ابی نداره بلش کن بذار باشه، درسته که ما باید از اول طرف توقع سیاسی رو میفهمید، یعنی از همین الان هم مهمه. آقای خامنه‌ای که رفته بود پیش منتظری به منتظری گفت آیا دارن این حمله رو اعدام بکنن، درسته منتظری گفت آره درسته و اعتراض کرد، ولی خود موسوی اعتراض نکرد، همه در جریان بودن. معنی که ما اون موقع کوتاه می اومدیم، یعنی خیلی چیزا رو نادیده میگه، درسته که هم موقع بود محکم می ایستادیم شکل خود رو دیگر نداشتیم، ملاحظات این نمیدونم مذهبی این نمیدونم روحانی این فلان چیزا رو نمی کردیم. کارکنان میخوان اعتراضات خودشون رو بکنن، فقط باید استقلال خودشون رو نگه دارن، هیچ گونه به هیچ شکلی زیر فار قدرت طلبای سیاسی نرن. میخوام بگم که یک خاص مطالبات مشترکی هستش، منتها طبقه یک کارگر خب بالاخره به عنوان یک جنبش و یک طبقه ای که یه وارد یه ستیز و یه نبرد طبقاتی با طبقه سرمایه دار شده تلاش کنن که رهبری این حرکت های اعتراضی رو به دست بگیرن. در این حرکت های اعتراضی و توده ای که ما شاهدش هستیم طبقه یک کارگری هم به صورت متشکلی هیچ وقت شرکت نکرده، منتها بخش زیادی از اون مردمی که در اون حرکت های اعتراضی دارن شرکت میکنن و هستن خودشون از افرادی هستن که از خانواده های کارگری، خانواده های زحمتکش و قشر محروم جامعه هستن. تنها ضعفی که توی جنبش کارگری وجود داره عدم آگاهی و با هم نبودنه که میتونه کارفرما به راحتی از این موضوع استفاده کنه. بخشیشو داریم در جامعه کارگری میبینیم، با توجه به ایجاد بخش خصوصی‌سازی اتحاد و جمع کارگران رو میخواد متلاشی کنه که بتونه به خواستای خودش برسه. ما
متاسفانه با وجود فشار اقتصادی این کارگران میتونن اما بخشی از کارگران ماها حقوق نگرفتن یا قراردادهای موقت یا حالت روزمزد، یعنی نمیدونه کارگر چیکار، یعنی لنگ در هوا. در صورتی اگر این بخش بهش توجهی بشه به راحتی میتوان مثلا از تو هر بخشی که باعث ضعف و شکست است میشه از نیروی مدیریت مشارکتی با خود کارگر استفاده کرد برای بخش جبران کردن ضررهای کارخونه‌ای که ورشکست دارن میشن، حقوق ندارن، کارگر رو دخیل بدونه. اگر نیروی سرمایه در بخش کارگری بخواد فقط فکر منافع خودش باشه به راحتی ضربه میخوره، ولی الان با توجه به قراردادهای موقت و موقعیتی که به وجود آوردن فقط این کاری میکنن که کارگر وابسته باشه. به نوعی میشه گفت بردهداری نوینه ولی با متد جدید. من میگم کلید حل این معما اصلا اینه، اگر جنبش کارگری بخواد جدا برای خودش عمل کنه، جنبش اجتماعی برای خودش جدا عمل کنه، اینا هیچ ربط و پیوندی بینشون وجود نیاد و رابطه‌ای وجود نداشته باشه، به نظر من هیچ کدومشون بدون دیگری به نتیجه نخواهند رسید. من به این شعارهای مطلق و کلاسیک اصلا فکر نمی کنم. من معتقدم که جنبش کارگری باید تشکلات خودش رو داشته باشه. چرا این امر برای جنبش کارگری مهم و حیاتیه؟ برای اینکه اگر به صورت عمومی قاطی داستان جنبش اجتماعی بشه مسلماً سالها باید باز تلاش بکنه تا بگه بابا ما منظورمون از شرکت در این جنبش اجتماعی این بوده، یعنی مبارزه شو در بوده‌های مختلف بعد از همون کاری که سال 57 در سر ما اومد. مثلا اینه که بازم جنبش اجتماعی و جنبش آزادی خواهی اون نیروی قوه بزرگ و کمکی هست برای جنبش کارگری، یعنی این دوتا لازم و مجموع هست.